زابل پایتخت افغانستان و یکی از پرجمعیت ترین شهرهای این کشور است که نفوس این شهر نزدیک به 6 میلیون تن می رسد. محمد یونس نوندیش از مدت 30 سال به این سو به صفت شاروال کابل کار می کند. او از زمانی که کارش را آغاز کرده است توانسته است تا حد حمایت مردمی را به دست آورد که دستاوردهای وی را نه اینکه رسانه های داخلی انعکاس داده است، بلکه رسانه های خارجی مانند مجله مانیکل نیز انعکاس داده است که ما هم در این رابطه به کارکردها، دستاوردها و مشکلات با ایشان مصاحبه ای را انجام داریم که توجه شما را به آن معطوف می داریم. شما پلان های تصویری را ساختین که شهر کابل را در آینده چی بسازید؟ آیا با این پلان هایتان شما چی مشکلات را در پیش رو دارید؟ البته شما خبر دارین که بنابر پیشنهاد وزارت انکشاف شهری تقریبا 10 سال قبل یا 11 سال قبل کمیسیونی ساخته شد که اینا گویا شهر قدیم کابل را احیا بکنن با مشکلی که بوده. متاسفانه در طی 10 سال این کمیسیون کاری را نتونست انجام بده. بنابراین ما پیشنهادی را به مقام ریاست جمهوری و شورای محترم از ایران دادیم که این کمیسیون باید منحل شود و اجازه داده شود که ما شهر قدیم کارش آغاز بکنیم. بالاخره این پیشنهاد از طرف شورای محترم وزیرا تایید شد. مسئولیت شهر قدیم فعلا جدیدا بر ما محول شد. ما متخصصین، دانشمندان و پروفسورهای عرصه های مختلف از تاریخ و از حفظ آبادات و تاریخی و عرصه های دیگر دعوت کردیم و یک کمیسیون را ساختیم که این کمیسیون ما در طی چند ماه شهر قدیم کابل مکمل مورد مطالعه قرار دادن و ای اما آخرین راپور نهایی این کمیسیون است که ما فعلا روان کردیم به شورای محترم وزیران که در اونجا ای بحث شد. البته در شورای خبرگان شهر این موضوع چندین روز بحث شد و بالاخره تایید شد. حال رفته به شورای محترم وزیران، وقتی شورای محترم وزیران این را تایید بکنه همین تحقیقی که صورت گرفته، ما بعد از اون میریم به طرف ساختن پلان تفصیلی شهر قدیم. مشکلی که در شهر کابل برای تطبیق پلان تفصیلی وجود داره، من فکر میکنم در کمتر شهر کره زمین شاید مشکل وجود داشته باشه، برای اینکه بیشتر از 70% شهر به صورت غیر پلانی ساخته شده. امیال ما میخوایم که 4 سرک از سرک دشت برچی که به طرف ارغندی میره، سرک های اتصالی با سرک کمپنی بکشیم. مسلمان در این مسیر همه خانه های غیر پلانی و خودسر ساخته شده. تا به حال ما موفق نشدیم یکی از این سرکار ما باز بکنیم. البته باز خواد کردیم ولی مشکل بسیار زیاد ایجاد میشه. چون شهر به صورت غیر پلانی خودسر ساختمان ها اینجا ساخته شده و مانی مسیر سرک ها شده، ساختن هر سرک نو، باز کردن هر راه و هر سرک ایجاب مشکلات زیادی میکنه. مثلا امیال در کمپیوتر من شما در اینجا اگر ببینیم در امی صفحه لست سرک است که ما باید بساز زود سر از کار بکنیم و این سرک را ما تمدید بکنیم. مثلا سرک سلطان محمود غزنوی یا سرک 70 متری میدان هوایی از چارایی میدان هوایی، این باید مستقیما بره به سرک پلچرخی وصل شود. وقتی که ما ایرا سروی و پلان املاکیش ساختیم 450 خانه در مسیر تخریب میشه. این حال ما برای 450 خانه باید 450 نمره زمین داشته باشیم که اینا را بتیم خانه خود بسازن. ساختمان هایی که اینا تخریب میشه بدل از او شاروالی یک مقدار پول میپردازه که خودش کار بسیار پرمصرف است، ولی با وجود از آن پیدا میشه کسایی که سر و صدا میکنن، مشکلات ایجاد میکنن تا این پلان تطبیق شود. تبلیغات بسیار زهرآگین از طرف اونهایی که دوست شهر کابل نیستن و اونهایی که یا حسادت بسیار زیاد خطرناک دارن یا انسانهای پر از عقده ها هستن و یا انسانهایی هستن که در صدد توطئه و تخریب و تفتین هستن، چون که در اینجا جلو خودسری ها، تمرد، قانون شکنی ها و زورگویی هایشان گرفته میشه و کسایی پیدا شدن که بر اولین بار در مقابل از اینا قطع علم کرده و استاد شده که ما شما را اجازه حرکات غیر قانونی نمیدیم. بنان اینا با مصرف پول بسیار زیاد که ما ارقام بسیار دقیق از مصرف حتی پول های بسیار زیاد داریم، اینا در صدد ازی شدن که شاروالی کابل تخریب بکنن، رهبری شاروالی کابل از لحاظ شخصیتی ترور بکنن. او ادعایی که صورت گرفته
ما ایره به لوی سرنوالی روان کردیم خود ما هم در مقابل کسایی که داره کردن دعوا تحریک کردیم که یا بیاین ادعای خود ثابت بکنن که کسی که اختلاس کرده مجازات شوه، در غیر از اون من حیث مفتری مطابق حکم قانون با اینا باید برخورد صورت بگیره. تنها چیزی را که ما بارها برای شهروندای عزیز شهر کابل من حیث شاروال کابل اطمینان دادیم و ایست که شاروال کابل عنصر فساد ناپذیر است. امروز جامعه جهانی ایره بسیار خوب درک کردن. شاروال کابل در شمار 16 شاروال برتر دنیا از طرف گرجویت اینستیتوت جنوا انتخاب شد که ما دعوت شدیم در جنوا رفتیم همین 16 شاروال. بعد از او 5 شاروال برتر دنیا از طرف وال پیپر جورنال و فینانشل تایمز انتخاب شد که در اوج باز شاروال کابل آمده. اخیرا شما دیدین مدالی که از طرف انترنشنال بیوگرافیکل سنتر کمبریج لندن برای ما آمده و در شمار 2000 متفکر برجسته قرن 21 نام را در دایره المعارف جهان ثبت کردن. دیروز این مدال برای ما رسید که هنوز غیر از دفتر خودم دیگه کس از این کلام نداره. و زمانی که جامعه جهانی و دنیا اعتبار بزرگ کرد، کمک های بسیار بزرگ به شاروالی کابل اینا وعده دادن و پروژه های کلانی را شروع کردیم و ما آغاز کردیم بر بازسازی مجدد و انکشاف شهر کابل. ما فکر میکنم هر عقل سلیمی که بی‌طرفانه قضاوت بکنه این شهر میبینه که ما در طی 3 سال چه کاری را انجام دادیم. بیشتر زمین‌های دولتی از سوی کی‌ها غصب شدن؟ یک تعداد کسایی که دست به ساختمان‌های بلند منزل خود سر زدن، اینا شامل هر نوع کاتگوری مردم هستن. این کدام گروه خاص مشخصی نیست که ما بگیم که اینی گروه مشخصی کار میکنه. در شهر سطح از این تخلف بسیار زیاد گسترده و وسیع بود. حال ما جدیداً یکی دو ساختمان بلند منزل در بعضی جاهای شهر از تهداب تخریب کردیم. ما امیدوار هستم که اونهایی که به تخطی دست میزنن حال دیده باشن که ما اینطور هم میتونیم برخورد بکنیم. این یکی از مشکلاتی بوده که یک مقدار وقت ما را مصرف میکنه برای جلوگیری ازی. و همچنان غصب زمین هاییست که پروژه دولتی ساخته میشه، پیش از اینکه پروژه تطبیق شود زمین توسط افراد اشخاص غصب میشه. مثلا در پدوله یک بار غصب کردن، ما تصفیه کردیم، حالا باز قسمت زیاد زمین غصب کرده که بدون شک ما بازار را تخریب میکنیم و ساحه ازشان میگیریم. یا مثلا در قسمت سنگکن ما یک پروژه را بر قنادا از داخل شهر باید بیرون شوند ساختیم. تمام این ساحه را چند بار است که افراد اشخاص میان خانه میسازن و غصب میکنن. این زمین را کیها غصب؟ خب بیشتر از اینا ایتور به شکل انفرادی میان. اگر پشت سر از کسی کسایی هم باشن، اونا مستقیما با کدام تشکیلات اونجا نمیان. افراد و اشخاص وادار میسازن، تشویق میکنن، به اونا اطمینان میتن که گویا حمایت میشن. بر از اینا زمین های دولت هم مفروشن و اینا من خانه میسازن، ما مجبور میشیم برای دوباره بریم تخریب بکنیم که بعد از سر و صدا و هیاهو و مطبوعات برام افته که شاروال کابل آمد و اینجا را تخریب کرد و این مشکل به وجود میاره. مشکل دیگه ما مشکل کسایی است که شرایط زندگی شهری را درست تحلیل نمی کنن و حتی بعضی ها نمی فهمن که سرک به خاطر جریان ترافیک و موترها ساخته شده، پیاده روها به خاطر کسای آبرینی که باید گشت و گذار کنن بر از اونا ساخته شده. اینا فکر میکنن پیاده روها و سرکا بر کراچی بر دست فروشی ساخته شده. زمانی که برشان گفته میشه که چرا شما مسیر سرک بند کردین، پیاده رو تخلیه کرد بند کردین، یا سرک شما آمدین کراچی رو استاد کردین، میگه خب غریب کاری میکنم، میگه چطور کنم از گشنگی بمارم. مشکل ما اینجاست که اینا بسیاری ها هنوز دست این سطح درکشان نیست که برادر عزیز سرک به خاطر کراچی تو ساخته نشده، قدر مصرف صورت میگیره. برزی که سرک های شهر کابل مجموعاً بر 30,000 موتر دیزاین شده بود و حال شما میبینین که یک تعداد زیاد سرک ها بند است. از امی که 30,000 موتر ظرفیت داشت، یک تعداد زیاد امی سرک هم بند است و تعداد موتر در کابل بیش از 650,000 موتر است و شاید هم حالا به 700,000 موتر رسیده باشه. بنابراین این جریان ترافیک چطور تأمین شود اگر این مسیر سرک بند بکنن؟ ما از این ناحیه هم اکثرا به مشکل مواجه هستیم. بارها بر ما مشکلات خلق کردن، سر و صداها را ایجاد میکنن. به هر حال ما ناگزیر هستیم
پیاده روها را باز کنیم، جاده ها را باز بکنیم تا خود امی مردم بتانه به سهولت خانه خود برن، پشت کار خود برسن و تردد نرمال کرده بتانن. ما این همه که از مشکلاتی بوده که تا هنوز ما با او مواجه هستیم. ما میخوایم با استفاده از فرصت، از این فرصتی که مساعد شده، از همه شهروندای عزیز شهر کابل تقاضا بکنم و همیشه همین خواهش را داشتیم که فرهنگ شهری را مراعات بکنن و کسایی که به فرهنگ شهری آشنایی ندارن بر از اونا بفهمانن که فرهنگ شهری چرا میگه و شهر خود را پاک نگاه بکنن، شهر خود را کوشش بکنن که سبز بسازن. تاریخ 17 اوت امسال ما روز برگزاری یا براهندازی یک حرکت بزرگ سبز نهالشانی بر شهر کابل اعلان کردیم. دی روز شعار ما ایست که یک نهال برای خودم و یک نهال برای وطنم. از همه شهروندان دعوت میکنیم که دو نهال به خاطر خود و وطن خود دی شهر بکارن و از درخت ها و پارک هایی که ساخته شده، درخت هایی که غرس شده، گل هایی که غرس شده از این مراقبت بکنن، بعد فال خود درست تفهیم بکنن که چطور اینا درخت ها را و گل ها را حراست بکنن و اونا را نشکنانن. همچنان کثافاتی را که یا زباله هایی را که با خود میارن اینا را در داخل کانتینر های تنظیفی یا مزباله دانی هایی که گذاشته شده دووج پرتن و در اطراف اینا نندازن. به اطفال خردسنی که بسیار شدید آسیب پذیر هستن زباله ها را نتن که بیارن در اطراف زباله دانی ها را تخلیه بکنن، چرا خطر مریض شدن اطفال وجود داره. بهتر از بزرگ ترا که میتونن ایره قدشان میرسه حداقل در داخل کانتینر تنظیفی تخلیه بکنن، ایره مراعات بکنن. انشالله که ما شهر پاک، شهر سبز و شهر زیبا میتونیم داشته باشیم.